تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو 5 دقیقه، 7 دقیقه، 6 دقیقه کمتر و بیشتر ما تفسیر میگیم. از اول قرآن شروع کردیم به جزء 28 سوره منافقون، الان آیه 7 هست. آیه 7 بشنوید. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. منافقین کسانی هستند که میگویند بر کسانی که نزد رسول خداست انفاق نکنید تا پراکنده شوند. یه کاری کنید، مثلا سهمیه آرد ندید، به قول زمان ما در زیره بندی، در کمک به مسلمان ها نکنید تا پیغمبر رو رها کنند برن. اینها رو در محاصره اقتصادی بذارید. همون لذین منافقین اونها هستن که یقولون، پیوسته میگن لا تنفقوا على من عند رسول الله، به اینها که دور پیغمبر هستن کمک نکنید حتی ینفضوا، پراکنده شن. این کار را معاویه هم کرد. معاویه یه بخشنامه کرد، تو بخشنامهش عبارت شما نوشتم: انظروا من قامت علیه البینه انه یحب علی و اهل بیته. نگاه کنید، دقت کنید، هر کس دلیل ثابت شد که علی ابن ابی طالب و اهل بیت چه دوست داره، فمحوه من الدیوان، اسمشو محو کنید، و اسقطوا عطاءه و رزقه، سهمیه و رزقشو قطع کنید. هر کس شیعه هست محرومش کنید، اسمش از دفتر پاک کنید. منافقین میگفتن که کسانی که دور پیغمبر هستن کمک نکنید تا اینها مجبور بشن پیغمبر رها کنن. قرآن میگه تو میخوای کمک کنی، ولله خزائن السماوات والارض، خزینه ها و گنج ها و گنجینه های آسمان و زمین دست خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون، منافقین نمیفهمن. خب امروز هم ابرقدرت‌ها این کارو میکنن، برای که ملت ها رو به تسلیم بکشونن. ود و معانتم، دوست دارن که شماها به دردسر بیفتید، گاز نداشته باشید، انرژی هسته‌ای نداشته باشید، مترو نداشته باشید، هواپیما نداشته باشید، به شما هواپیما نفروشن، دارو نفروشن، نمیدونم نیازهای اولیه که میدن. گاهی ابرقدرت ها برای که کشورها رو به تسلیم و کرنشوا دارن این کار رو میکنن، میگن کمک نکنیم بلکه اینها تسلیم بشن. یکی از راه های دشمنم برای شکستن مکتب و رهبر همینه، مردم ینفض و مردم پراکنده بشن از دور رهبر، علاقمندانشون کم بشه. قرآن میگه توکل کنید، کلید آسمان ها و زمین، خزینه آسمان ها و زمین دست منه، بشر نمیتونه رزق شما رو در بیاره. خب با توکل در مقابل این تهدیدها بایستید. فهم منافقین بر اساس محاسبات ظاهریه، عمق نیست. این میگه اقدر گندم داریم، اقدر برنج داریم، اقدر نمیدونم تانک داریم، اقدر توپ داریم، پس موفقیم. رو محاسبات ظاهری اینها میگن اگر ما مثلا تانگ اینا رو بزنیم، هواپیما اینا رو بزنیم، اینا دستشون خالی بشه، ما پیروز بشیم. به حالی که بارها نشون داده که جمعیت کم، کم منفعتا قلیله غلبت فعتا کثیره، گاهی جمعیت کم غالب میشه. اینا فکر میکنن و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، فکر میکنن قلعه ها و دژها اینا رو نجات میده، فکر میکنن کاخ ها فی بروج مشیده اینا نجات میده، فکر میکنن که نوح به پسرش گفت ایمان بیار سوار کشتی شو، گفت ایمان نمیارم سوارم نمیشم. نوح گفت زمین میره زیر آب غرق میشه، گفت من سعاوی الی جبل، میرم سر کوه یعصمونه، کوه مرفت میکنه. حضرت نوح گفت خدا غضب میکنه، پسر نوح گفت کوه نجات میده. تا
تفکر رو ببینید. یکی میگه خدا اراده کرده کفار رو در آب غرق کنه، پسر نااهلش میگفت نه من میرم سر کوه کردم دیگه، خدا حریف من نیست. الان میگیم سعاوی الی ابرقدرت، وابسته به این میشیم، از او وام میگیریم، اونجا اونو میبینیم، اونو میبینیم، سعاوی الی جبل آسمانی. من اگر فلان مدرک داشته باشم وضعم خوبه، بعد اون مدرک گرفتی بازم هر چی تاب میخوری کار پیش نمیره. خلاصه این آیه میگه که با یک محاسبات ظاهری مسلمان ها رو میگن در محاصره قرار بدیم که اونا مجبور بشن به تسلیم. بلی امام حسین گفت من هر محاصره باشه تسلیم نمیشم. محاصره اقتصادی آبم نداشت، امام حسین روز عاشورا آب نداشت، دیگه محاصره اقتصادی دیگه بالاتر. محاصره نظامی در تاریخ جنگ ها هیچ وقت نشده که یه طرف 30,000 نفر باشن یه طرف 72 نفر. نه محاصره اقتصادی یعنی آب نداشتن امام حسین تسلیم نکرد، نه محاصره نظامی 30,000 نفر 72 نفر محاصره کردن، نه نداشتن پوشاک چون جبه امام را کندن، مسکن خیمه امام آتش زدن، زن و بچه امام را اسیر کردن، همه رقم بلا آوردن سر جون امام حسین. بلام حسین بله نگفت، تسلیم نشد. قرآن میگه مؤمن عزیزه، عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. دستی که چربه آب میدیدی این چربه آب پس میزنه، میگن این دست عزیزه، یعنی چون چربه این چربی دست رو عزیز کرده آب پس میزنه. زمینی که کلای میزنه فرو نمیره میگن ارزان ازاز، این زمین عزیزه، یعنی نوک کلای توش نمیره. قرآن میگه مؤمن عزیزه، یعنی چه؟ یعنی خونه و ماشین تلفن داره، پول داره؟ نه، اگر فقیرم هست هر کاریش میکنن روحش سوراخ بشه نمیشه. هر چی پول دادن به ابیذر که ساکت شو پس داد، گفت من تو گشنگی تو بیبا گشنگی گرسنگی تو بیابون میمیرم، رشوه شما رو قبول نمیکنم، هدیه شما رو قبول نمیکنم. عزیزه یعنی نمیشه سوراخ کرد با مته، میشه کشتش، میشه بدنش رو سوراخ کرد، ارادش نمیشه سوراخ کرد. مؤمن عزیزه معنیش اینه. خدایا اون عزت رو که در سایه ایمان پیدا میشه، چون ان العزت لله جمیعا، همه عزت مال خداست. اگر کسی خواست عزیز بشه باید بنده به خدا بشه. اگر بنده به اون عزیز شدیم، چون ان العزت لله جمیعا، نه یعنی 99%، تمام عزت مال خداست. هر که وصلی به او شد عزیزه. خدایا اون رقم عزتی که در سایه وصل به تو و ایمان به تو و توکل تو ما رو مقاوم میکنه در مقابل همه حوادث تلخ و شیرین، این چنین عزتی را به همه ما مرحمت بفرما. خب آیه 7 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.